بابک سلام. سلام سیمت دارید شما؟ بله بله داریم صدات. سیمت دارید؟ خب من برای اولین بار داشتم صحبتون با آقای گوش میدم، بعد جالب بود. بعد من صحبتون قبلا گوش دادم، با هم صحبت میکردیم مثلا در مورد زبان. خب نماشم فکرم کردم این زبان، تاثیرات زبان، تاثیرات کلمات، تاثیرات واقعا وجود داره. نمیتونیم منکرش بشیم، بار کلمات منکر بشیم، عوض میشه، ولی تاثیرات بار کلمات وجود داره، یعنی منکرش شدنش اشتباه. و اینکه بعضی کلمات شما میگین استفاده کنیم برای از مذهب بگیریم و استفاده کنیم، چرا؟ من در عمل دیدم، برفرض مثال من توی استان کبک، اگه بدونی شما، یه واژه‌ای دارن که به معنی آب مقدسه، ولی خودشون به معنی آب مقدس استفاده نمی کنن، به حد نهایت ناسزاه. یا اگه ما بتونیم، اگه بشه همچین کلماتی، همچین جمله هایی رو استفاده کنیم که بتونیم بار منفی بهش بدیم، دیگه اون بار مثبت نداشته باشه، اون مخالف موافقم که استفاده ازش بکنیم. یا هم که از کلمه ایشالله مشالله رو جوری استفاده کنیم که اون بار منفی توش باشه، نه بار مثبت، که واقعا نشون بده این موضوع رو. و یا این که بعضی کلمات مثل سلام، من این تعصبه که فکر کنیم سلام مشکلی ایجاد کنه استفاده کردن سلام، عادت کردیم دیگه. رو یه بعضی کلمات استفاده میکنه، یا بعد ناخودآگاه میگم ایشالله، یا ناخودآگاه میگم الحمدلله. اینا ناخودآگاه میگی، اینا 30 سال اینا تو مغزمون کردن، نمیشه خارج کرد. ولی میتونیم با آموزش درست بار کلمات رو عوض کنیم، با آموزش. یعنی نمیتونیم، یه روشی که من دوست دارم اینه که اینا رو شوخی بکنیم، یعنی کسایی که مثلا مسلمان نیستن و اصلا اسلام ستیزن و اینا، مثلا خیلی موقع ها مثلا اون موقع دیگه معنی وقتی میگی الحمدلله مثلا میخندن همه. خب یعنی یه بار منفی داره ولی به شکل شوخی. خب یعنی که مثلا یه کسی یه چیزی میگه، مثلا کسی که مسلمان نیست یه کسی صلوات میفرست، میگه الله و بابت، خیلی هم با شوخی لحجه غلیظ میاره. خب این معنی اینجا داریم صلوات میفرستیم، ولی معنیش اصلا یه چیز دیگه شده، یه چیز شوخی شده. اگر ببینیم که کسی چیزی بگه، داریم مثلا اسلام میذاره میخندیم، میدونیم از چیه اینا. من مشکلی نمیدونم براش. نه خب من میگم اگه میخوایم استفاده کنیم، اگه میخوایم عوض اینا رو، اگه میخوایم ازشون به قول شما بدوسیم، در این جهت شوخی یا چیز باشه. بعضی چیزا هست واقعا ارزش دوزیدن ازشون نیست، مثل عید قربان. من هرچی فکرش میکنم نمیتونم ازشون بدوزیم. این واقعا یکی چیزی که واقعا غیر انسانی ترینه، واقعا غیر انسانی ترین عید دنیاست. و جالب اینجاست سیاست مداره اروپای غربی در این اعیاد که میشه مسلمان رو تبریک میگن. خب نمیدونید مفهوم عید قربان، نمیدونید چیه شما، یا عید فطر، یا نه اصلا نمیدونید. کل مسلمان ها دو تا عید دارن، که عید قربانه که عید فطر، عید دیگه نداره. حتی سال نوشون هم میشه بهشون تبریک، محول محرم سال نوشونه دیگه، درسته؟ من ندیدم خیلی جشنی داشته باشن، ولی شایدم تو عربستان اونجا شاید داشته باشن، ولی مسلمان داشته باشن من نمیدونم. من ولی برای عید قربان، برای عید فطر، من شما زارن کانادا این، درسته؟ داستین تروده مرتب برای این مسلمان ها پیغام تبریک میفرسته، حالا نمیدونم چه انگیزی داره. یه سری اکس مسلم های توی آمریکا بودن. اکس مسلم کسی که قبلا مسلمان بوده دیگه نیست، مرتد. خب انگلیسیش میشه اکس مسلم. اینا نمیدونم کدوم عید اسلامی بوده که اینا با هم جشن میگرفتن، ولی کارشون این بود که باید همه چی حرام باشه، یعنی یه قانون داشتن. بله برای عید، یعنی شوخی بود، برای اول ماه رمضان، برای روز اول ماه رمضان.
روز اول. آها، اینا کاری که میکردن میگفتن که خب ما این عید رو جشن میگیریم ولی هیچ غذایی نباید باشه که حرام نباشه. هر کسی غذا میاره حتما باید یک جوری حرامش بکنه. و این شوخی بود با هم. بگو. و این شوخی، این کارا به یه موضوعی که بعضی وقتا من اینجا باش برخورد میکنم، خارج از ایرانه، با یه مسلمون روبرو میشم، میگه سلام علیکم، با اون تهلهجه غلیظ اسلامی میگه، وقت من حس میکنم اینه میگن تو مسلمونی منم مسلمونم، چون عرب نیست، عربا نمیگن سلام، یا اهلا، عرب نیست، مسلمونه، پاکستانی، افغان، کشورهای عرب، و من چی بگم، من انتظار داره یعنی بهم با هم دست میده، شاید بدونه من مسلمونم، مسلمون نیستم، بهم دست نده. ولی خب این موضوع من میگم با پس ما باید با این کلمه و با این سلام نکن، سلام من حس میکنم این کوچیک شده سلام علیکمه، خواستم کوچیکش کنم، میگیم سلام، عادت کردیم حالا میگیم سلام. ولی خب اگر شما بدونید لوتیه قدیم زمان تاقب نمیگوتن سلام علیکم، بودن سام علیک، خود سام معنی شمشیر میده در عربی، وقتی یعنی شمشیر بر تو باد، و شاید خواستن این تسخیر تحقیرش کنن، نمیدونم این واژه رو تحقیر کنن. نه من فکر کنم ایرانی ها فقط مثل زبان دیگه فقط کلمه ها عوض میشه، نه به خاطر اینکه هدف تحقیر و اینا بوده، بعضی موقع هدف عوض میشه فقط به خاطر اینکه راحت تر گفتنش. مثلا اینو بذاریم چه، مثلا کسی نمیگه خانه برای اینکه گفتن خونه راحت تره، خب کسی میگه من رفتم خانه، من دارم میرم خانه، من میگم من میرم خونم، برای اینکه خونه را برای زبان، برای نحوه زبان تکون خوردنش کمتر میشه، برای اینکه تکون خوردن زبان کمتر بشه میگیم خونه، برای اینکه راحت تره گفتن میشه. این موضوع در همه زبان وجود داره، کار به درسته درسته ایرانی نداره. منم میگفتم همه زبان اگه هم بعد خب، ولی بایستی رو بار واژه ها کار کرد، نبایستی دست کم بگیم و کار فرهنگی بزرگ بشه. بر فرض مثال در زبان انگلیسی دانشگاه آکسفوردی از واژه میسازه، معنی میسازه و معنیاشو مینویسه و واژه ها اضافه میکنه، ولی ما هیچ سیستمی فکر نمیکنم در ایران در زبان فارسی داشته باشیم که یعنی اولین کسی که فرهنگ و لغت نویش به خدا بود. آیا ادامه پیدا کرد؟ نه. ببین این مثالی که زدی رو من استفاده کنم بابا کزش، بعدم برم سراغ کسای دیگه. ببین مثلا فرض کن که من توی مثلا یه کشور غیر اسلامی باشم، خب مثلا فرض کن که مثلا توی انگلیس باشم، خب و یه نفر بیاد بگه که تو از کجایی، خب من بگم که من ایران به دنیا اومدم، خب این بگه بعد خودش مثلا فرض کن این شخص مثلا از پاکستان باشه، این شخص خب بعد بگه ای پس این اگه از ایرانه پس حتما مسلمونه، خب بعد تا من تا بفهمم من از ایرانه، بعد فرض کنیم به من بگه که خب سلام علیکم تا فهمید که مثلا من از ایرانم، خب من میتونم بیام اینجا لجبازی کنم بگم که یعنی ببین بیام بگم که ای این چی به من گفت سلام علیکم، من که فرض کرد من مسلمونم، من مسلمون نیستم، من اسلام ستیزم، من نباید جواب این چه فرض زشتی بود، من بهم برخورد اصلا، این چرا همچی فرضی کرد، من به جای که بهش جواب بدم مثلا علیکم السلام بهش بگم که نه من از این واژه استفاده نمی کنم، تو چرا تصور کردی که من مسلمونم. خب من ببین اگه همچین رفتاری انجام بدم ممکنه این شخص اصلا، ببین خیلی از کسایی که من باهاشون اینجوری تجربه دارم که باهاش دیدم تا حالا هیچ وقت هیچ مرتدی رو ندیدن، هیچ مرتدی رو تا حالا باهاش تجربه نداشتن، خب یعنی احتمال داره که این اولین تجربه یک شخص با مرتد بشه، خب یعنی اولین تجربه این مسلمون با یک مرتد این خواهد بود که من بهش گفتم سلام علیکم، این بهش برخورد خب و عصبانی شد و گفتش که تو به من اهانت کردی، خب یعنی من میخوام ببین من بعد از این فرصت استفاده کنم که اول جوابشو بدم مؤدبانه، جوری که نشون بدم که ما یعنی از آدم عوضی نیستم، بهش میگم خب علیکم السلام، بهش میگم خب بلکه فهمیدم که مثلا این به نظر میرسه که فرض کرده من مسلمونم، یه جوری اول باهاش دوست بشم،
بعد یه احساس مثبتی بهش بدم. خب بعد که یه ذره احساس مثبتی دادم که دیدی که مثلا من میتونم آدم خوبی هم یه آدمی هم که مثلا این میتونه با من رفیق بشه، بعد یه جوری بهش یه بهونه پیدا بکنم که نشون بدم که من مرتدم، که این یک بره خونه بگه اولین مرتدی که من دیدم آدم عوضی نبود. یعنی یه تجربه مثبتی. ببین فرق اسلام ستیزی رو میبینی؟ خب ما یه اسلام ستیزی داریم که یه نفر به من گفت سلام علیکم، من بهش میگم، من نمیگم علیکم السلام برای که این اسلامیه و من اینجوری حرف نمیذارم. این یه روش اسلام ستیزیه. یه روش اسلام ستیزی دیگه اینه که من به این یه تجربه، برای اگه من یه مرتد میبینه، من میخوام این مسلمون بره خونه بگه که من اولی مرتدی رو که تو زندگیم دیدم آدم بدی نبود. خب اینم این خودش اسلام ستیزیه. خب برای که ما داریم یه تجربه خوب میدیم به یه مسلمان از یک مرتد. این روش اسلام ستیزی به نظر من کاربرد بیشتری داره تا اون روش اول. من خودم اونجوری برخورد نکردم، من هم نمیدونم جواب اسلامی بهش دادم. نه نه نه، من نگفتم تو چیزی گفتی. من شما رو قبول دارم. من نگفتم، من ببخشید، من سوء تفاهم نشه، من داشتم استفاده میکردم، من فقط به خاطر این چیزی که گفتین خواستم استفاده بکنم برای اینکه یک مثال بزنم. من اصلا نگفتم، منظورم این نبود که شما کاری که کاری هیچ همش ادعای نکردم. دیگه هم دارم بگو. خب تجربه‌ای که من در خودم در آتیست شدم وجود داره. خب طول که زمان برده، من تا ترک نماز هم زمان برده، یه دفعه نشدم، نشدم یعنی بگیم بگم در طول 4 سال 5 سال طول کشیده. و اون اوائل خب نماز نمیخوندم، ولی مثلا بازم بروز بودم، ولی با اون شدت هم نبودم. بعد خب با یه پاکستانی مشروع به کار شدم. خب جمعه بود دیگه، مرتب نماز میخوام برم تو نماز خونه شما، منم وای میسنم به نماز، باور میکنی؟ منم وای میسنم به نماز، اصلا که اصلا نماز نمیخوندم، باوری نداشتم. نمیدونم ترس بود، ترس از چون از اینا ریش بلندی داشت پاکستانی. خب اگر کانادا باشی دیدین که ریش بلند دارن، لباس خودشون میپوشن. بعد خب این تجربه رو خودم داشتم. خب من نمیتونم مثلا با افراد تو ایران میتونم راحت تر صحبت کنم، ولی اینجا که پیش میاد نمیدونم، چون خیلی مسلمان ها بالاخره اینا تعصبات خودشون دارن. من به ندرت میگم. در مورد یه بار پیش اومد، یک بار دیگه پیش اومد، رفتم یه وسیله بخرم از یه خونه مسلمان بود و بعد گفت صحبت پیش من گفتم دینت چه شیعه سنی؟ گفتم من کلا دینو ترک کردم. گفتم حالا ایران که نیستم که مشکل برام درست بشه، ولی آخرش بهم تخفیف داد. بعد من گفت برادر، یعنی عادت دارم میگم برادر، فرق نمی کنه. حالا مثلا منو تردم نکرد. حالا نمیدونم این شخص که تو کشور خودش بود همین برخورد من میکرد، نمیدونم نمیشه قضاوتش، ولی تا همین کشور مسلمان هایی هستن وجود دارن، تعصب دارن، بعضشون هم بروز میدن. تعصباشون تو خارج از تو کشور غیر اسلامی احتمال این که مثلا به یه نفر، یعنی ممکنه یه نفر ناراحت بشه، ممکنه یه نفر ناراحت نشه، ممکنه یه نفر دلش بسوزه بخواد برگردونتت به اسلام، ولی این که مثلا خطرناک باشه احتمالش خیلی کمه. خب من یه که مثلا بری مثلا کارتر محمد و اینا بکشی، ولی اگه فقط بگی که من مسلمان بودم دیگه نیستم، اتفاقا خارج از ایران تجربه من خیلی مثبت بوده نسبت به مسلمان ها. من خودم مثلا تجربه منفی نداشتم، ولی ترسه وجود داشته. ترسه آره، وجود ولی ترسه به خاطر تجربه ما از ایرانه. میدونی؟ یعنی آره. البته بگم نه فقط ایران ها، بقیه کشورهای اسلامی هم هست. یعنی من پاکستان خیلی خطرناکه، بنگلادش خطرناکه، افغانستان خطرناکه الان. آره نه یعنی بالاخره، ولی خب تو کشورهایی که غیر اسلامی من گفتن این که مسلمان نیستم به خود مسلمان ها تو این کشورها تقریبا نزدیک به تمام تجربه هم، نزدیک به نه همش ولی مثبت بوده.
من حتی رئیسم افغان مسلمونه، شیعه هم هست، به افتخارم میگم، میگه من شیعه هم به افتخارم میکنم، شیعه باشی برای خودت افتخار، ولی من باش صحبت کردم مسلمونه آمریکا. بفرم تموم شد. نه میدونه میدونه که آتیس هستی بعد چجوری رفتارش باهات. بله میدونه رفتارش من انسانواره، مثل انسان خودش هم گفته من انسانیت برام مهم. مسلمانای آمریکای شمالی با مسلمانای اروپای مقدار فرق دارن، به خاطر یعنی به طور میانگین، به خاطر اینکه حالا داستانش تو داری میشه. ولی خب مرسی بابک جان، من از تجربه تو کلی یاد گرفتم، ممنون که گفتی، یعنی جالب بود. ممنون. یه نکته هم میخواستم بگم در مورد بحث اخلاق. نکته آخر چه که بقیه هم منتظره باش. نه آخره دیگه تمام. من میخوام این بحث باز بشه بین آتیسم ها. من میبینم مثلا آقای ورینا امیری خیلی توی کلاب هاست فعالن و میخوام شما هم این بحث باز کنید بین هم در داخل هم جمهوری بی خدایان این بحث باز بشه از ریشه از پایه. من چند تا نکته ایستم جاهای مختلف شنیدم که در مورد نهیلیسم جالب بود یا دیدگاه مردم نستم و خود دیدگاه ها چجوریه. این بحث باز بشه، فقط هم میخواستم این بحث باز بشه در آینده بهش فکر کنید با دیتیل کامل، یعنی بحث اخلاق رو نه کلیگویی نکنیم، خیلی مهمه. خب. چون دیدشون اصلا به آتیسم عوض میشه، یعنی فکر بدونن که آتیسم میتونه اخلاق مدار بشه. و من چیز صحبته که آقای بین امیر دوستان که میشنم من گوش بدن توی یوتیوب زیاده و خیلی جالبه و کمک میکنه اخلاق بهتر بشناسیم و بدونیم چجور اخلاق مدار باشه. اینا خیلی تاکید دارم روش رو میدونم دوستان هستن. من یه صحبتی ندارم. ممنون بابک جان، ممنون. خواهش. خب البته یه چیزی هم من بگم درباره همین اخلاق و اینا. من دقیقا به خاطر همین موضوع یوتیلیتریانیزم و یا اینکه ترجمهش چی کردیم؟ ترجمهش رو کردیم فایده گرایی. ما برای همین درباره این موضوع امروز شروع کردم، درباره این، برای اینکه من میخوام یک به همه توضیح بدم که من مثلا اصول اخلاقی من چیه. البته ببینید بی خدا بودم معنیش نیست که ما هممون اصول اخلاقیمون همش یکیه، خب، ولی من مال خودم رو توجیه میکنم که بقیه ببینن که مثلا کسی اگه مسلمانی باشه داره نگاه میکنه یا هر با خدایی که مثلا نمیدونه این بی خدایان مثلا اصول اخلاقشون از کجا میگیرن. من همین یوتیلیتریانیزم یا فایده‌گرایی رو به عنوان یک مثال استفاده میکنم ازش.